دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این 12 روز از 3 ماه در 15 سال از 3000 خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. امیدوارم یاری برسانند واقعا، چون نمیرسانند. نه مادی نه معنوی در هیچ کدومش مشارکت نمیکنه، اصل مشارکت. و نمیدونم هم چرا نمیکنه، چرا خسته است، چرا این کارو نمیکنه. بی خودی دلایل علکی برای خودش میاره، چون انسان میگه موجودی است دلیل تراش. هر موضوعی که پیش میاد یه سری دلایل میتراشه دیگه. چرا این کاری که آخه اونجا چی این اونا اینجوری، یه سری بی خودی میگه انسان موجودیست دلیل تراش. هر عملی که انجام میده تو ازش بپرسی چرا، هزار تا دلیل بی خودی برات میاره. قبل از اینکه حتی عمل دست بزنه اول دلائلشو برای خودش برمیشمرد. یکی یکی شروع میکنه دلیل آوردن. این یارو چون پول داره، میگه چرا رفتی دزدی نکن، میگه نه او یارو خیلی پول داره، بی خودیه، ازش بگیریم دیگه. نه ما فقیریم پس بریم از این بدوزیم. و دلالی از این گونه همیشه داره، تو چیفش از اینا وجود داره. اما میدونم که در این لحظه همه منتظر آقای اسفندیار مفضل‌زاده هستیم. اینم که قدری تأخیر داره، چون آقای مفضل‌زاده خیلی آدم پروسایسی، دقیق، موزیسینه. سر ضرب باید کار انجام بشه، سر میزان باید کار شروع بشه، و اگر که افتی باشد همه سیستم به هم میپاشه. ولی ماه تأخیر کردیم. البته میدانم که این توضیح هم برای شما عزیزانی که در اروپا هستید و یا در جاهای دیگه دنیا هستید باید برسونم. در آمریکا هواپیما نقش تاکسی رو بازی میکنه، مثل اونقدر که شما در اروپا تاکسی سوار میشی، مردم همون اندازه در اینجا هواپیما سوار میشن. و ما رو خیلی هم میشنوی دیگه، یه تایره افتاد پیروزمون هنرپیشه معروف هواپیماش افتاد و زخم و زیلی شد و اینها. چهرهش یادمه، اسمش یادم میره، همش اسمو یادم میره دیگه. فکر کنم میگن آدمایی که تو شرایط من هستن یعنی سریع به آلزایمر میرسن. و به همین دلیل همون گونه ای که تاکسی در اروپا یا داری با تأخیر و اینا مواجه هستی، زنگ میزنی دیر میاد و اینا، اینجا هواپیما همین حکم داره. هواپیما همیشه با تأخیر. سابقا ما میگفتیم که مگه تو میخوای که ساعت پرواز تنظیم بکنی، مثلا انگلیسیش میگه فلایت اسکیجول، که نمیکنی که فلایت اسکیجول نمیکنی که، بعد ساعت پرواز رو که تنظیم نمیکنی که، یعنی اینقدر دقیق بود. الان دیگه این حرفا در حقیقت در آمریکا منسوخ شده و من خودم بارها دچار این مسئله و موزل بودم. و مثلا پرواز شما ساعت چه می‌دونم 8 صبح، بنابراین باید شما 2 ساعت هم زودتر تو فرودگاه بشی، بنابراین باید که 1 ساعت هم راه بری تا به فرودگاه برسی، پس بنابراین 3 ساعت زودتر، مثلا 5 صبح بعد از خونه بیرون بزنی. برای اینکه 5 صبح از خونه بیرون بزنی طبیعتاً باید 4 صبح از خواب بلند شی، به شرط اونی که وسایلتو شب قبل آماده کرده باشی و مسواک و خمیر دندون و ریش تراشو برداشته باشی، اونا همه حاضر باشه، بعد بودی بری تا به پروازت برسی. بعد تازه وارد فرودگاه که میشی معلوم نیست که پروازی وجود داشته باشه. بنابراین ما هرچی که صبر کردیم و از دیشب ایمیل میزنم با آقای منفرزاده، تصوره پاسخی نمیاد، در راه است، در سفر است. ما داریم که سفرش بی خطر باشه و به سلامت به منزل برسد. اگر که بتونیم شاید بیاد امشب با هم حرف بزنیم و اینا. میدونم که مشتاقی، چون خیلی زنگ میزنن راجع به این برنامه‌ای که آقای بین آقای منفرزاده، توضیحاتی که در آقای منفرزاده میده و توضیحاتی که آقای حشمت رئیسی میدهد برای خیلی ها سوال برانگیزه. بنابراین دوست دارن که بدانن که
ماجرا چیه، دارن تعقیب میکنن. الان یه دو نفر از دوستان زنگ زده بودن و راجع به همین موضوع حرف میزدن که میخوان بشنون ببینن که آقای منفرزاده چی میگه. بنابراین به محض اینکه بتوانیم آقای منفرزاده رو در محلی پیدا بکنیم و دستگیرش بکنیم، حتما ازش خواهش خواهیم کرد که بیاد اینجا و حرف در را بزنه. پس بنابراین امروز ظاهرن محرومی، چون که بعدش باید بریم بحث جمعه گردی داریم، بعد با آقای صدر اشرف خواهیم بود ساعت 11 مثل هر پنجشنبه، بعد هم هر پنجشنبه در میان گفتگو میکنیم با آقای دکتر کوروش عرفانی. این هفته نوبت آقای عرفانی، ساعت 1 هم با آقای عرفانی خواهیم بود. این مجموعه امروز ماست. اما دیروز یه قدری راجع به این بحث کامپیوتر حرف زدیم با هم دیگه و اینکه خوشده میگن که ما تصویر رو نصفه میبینیم، چجوری نصفه میبینیم. گفتم که اگر نقطه کنترل رو روی کیبوردتون بگیرید که با CTRL نشون داده میشه، کنترل، اون کلیه کنترل رو بگیرید و عدد صفر رو فشار بدی همزمان، صفحه کامپیوتر شما که بهش مانیتور میگوین اون به نقطه صفر برمیگرده، یعنی جای میره سر جای بهترین شرایط که برای اون سیستم کامپیوتر شما کارخونه تنظیم کرده، بهش میگه شرایط صفر. حالا شما یه وقتی یه سایتی یه جایی رو باز میکنی، یه مطلبی خیلی کوچیکه و نمیتونی بخونی، پس بنابراین دوباره کنترل رو میگیری، علامت به اضافه رو میزنی، این بزرگ میشه یا خیلی بزرگه، بی خودی نمیتونی همه این سفر رو ببینی، کنترل رو میگیری و دوباره این دفعه علامت منفی رو میزنی. ولی یادتون باشه هر بار که این کار رو انجام دادی، وقتی کارتون تموم شد کنترل رو بگیرید و نقطه صفر برگردید، یعنی عدد صفر رو فشار بدید، کامپیوتر صفحش میره به جای اصلی. اون وقت شما دیگه مشکلی با اینکه نصف صفحه بیرون است و نصف صفحه رو میبینم و نصف صفحه رو نمیبینم رو نخواهید داشت. مطلب بعدی که میخوام به عرضت برسونم مطلبی است که الان خانم جانت فرزان به من گفت و فرمایشم درسته. در اینجا باز دوباره توضیح بدیم. خوبه؟ در اینجا وقتی که ملاحظه میکنی میبینی که ما این تیتر خبر رو گذاشتیم، اینجا هم نوشتیم ادامه مطلب، یعنی رنگش فرق میکنه و اینا در حقیقت 5 تا دگمه است. اینجا اینا به ترتیب سلاید میشن تو این صفحه ها. خانم جانت معتقد بودش که سرعت سلاید زیاده، بنابراین نمیشه اینا رو بخونی. گفتم که به حال ما معمولا نمیخونیم، معمولا از روی جلد کتاب، از روی جلد مجله، از روی تیتر ماجرا میریم و مسئله رو دنبال میکنیم، زیاد به اصل ماجرا نمیپردازیم. بنابراین اگر که واقعا ما اینجا 5 تا مقاله رو این بالا قرار میدیم، یه ذره رول کنید، یه ذره بازی کنید با سایت ها، ببینید که چه موجوداتی هستن، چی کار میکنن. اگه به سمت پایین حرکت کنی 6 تا مقاله ما قبل اون 5 تا، یعنی 11 تا مقاله روی همین صفحه اول هست. ولی اگر که شما اینجا به اصل مقالات مراجعه بکنی که آسون ترین کاره، اونجا میتونید همون تیکه ها رو بخونید، هم تیترا رو ببینید و همینی که اصل مطلب رو بتونی دنبال بکنی. ولی اون سرعت اسلاید رو تلاش میکنیم که سرعت رو کم بکنی تا اینکه این ماجرای تونتون رفتنش حل بشود. این هم از این ماجرا. ولی اجازه بدین که این ما همزمان باید چند تا کار رو با هم هم انجام بدهیم و یکی از اون کارها هم اجازه بده که اینو درست بکنم، چون این تیتر نداره. بعد این مسئله مشارکت که مجددانه میخواییم که آقا تو برنامه ها مشارکت کنید، بیایید حرف بزنید،
وارد بشید. هنوز نمیدونم که چرا اینجا که به ما میرسه کسی حاضر نیست وارد بشه توی صحنه و حرف بزنه، ولی نگاه میکنم تلویزیون دیگه همه سردست میشکنن که آقا ما میخوایم بریم نمیدونم حرف بزنیم چی بکنیم، نمیذارن. این آقای مرتب زنگ میزنه مرخوص، ولی ما نمیتونیم. بذار این درست شد. بسیار، این یکی هم مشکل بود، فکر کنم این مشکل هم حل شد. آره این یکی هم تیتر نداشت، تیترش اومد، تیتر برش گشتیم. خیر، حالا امیدوارم که در حقیقت کمکی کرده باشم و بخش رادیو رو کار میندازه. یکی دو تا اشکال دیگه داره و اون اینه که وقتی مثلا فرض کنید که یکی از این لینک های ویدیویی که هستن و وقتی فشار میدی، صدای اولی که صدای زنده تلویزیون هست اون قطع نمیشه، باید خودتون دستی اون رو قطع بکنید. ولی این بالا گوشه اگر که به این قسمت بالا مراجعه بکنی، اینجا که علامت یوتیوب هست، وقتی به این بزنی شما دیگه مستقیم میری به صفحه یوتیوب و هر چیزی رو که خواستی اونجا میتونی شخصا انتخاب بکنی. اینم یه آپشن دیگه است. بعد نیست روزا راجبش قدری، چون سایت نو است و تازه است، قدری راجب این موضوع با هم دیگه حرف بزنیم و اگر پرسشی هست، سوالی هست، اصالت کنید که نظری هست که اصلاحی باشد توضیح بدهد، خوشحال میشیم که در این زمینه شما مثل همیشه راهنما و مشوق ما باشید. اما مهمترین موضوع، موضوع انتخاب خبرگان بوده است. چندین تحلیل وجود دارد در این ماجرا و آدمای مختلف حرف زدن راجبش و ریاست خبرگان، نبرد قطب‌های رو در روی حاکمیت اسلامی، باخت رفسنجانی به فردی که او را ناصالح می‌دانست، علی افشاری. علی افشاری توی مطلبی رو که بهش اشاره می‌کنه، به نظر من توی این صحبتایی که شده، تحلیلی که دکتر نوریزاده انجام میده به نظر من به واقعیت نزدیکتر میاد، خیلی درستره. و دعوت میکنم که اون برنامه روز چهارشنبه دیروز آقای نوریزاده رو که تا سایت مرد و ریپورت کاوه نازنین هم قرار داره اونو ببینید. دقیقه 20ش یه جایی بیان میکنه که دقیقه 21 20 اینا بیان میکنه که چگونه کمک کرده با افشاگری هایی که در مورد محمود الحاشمی به قول خودش انجام داده و توضیح داده که چگونه در برنامه گذشتهش هاشمی آدم فاسدیه، دزد، عراقی است، چگونه است و اینها، کمک کرده به کمپینی که در حقیقت رفسنجانی دلش میخواسته که انجام بده. اون نکته جالبه که اگر گوش کنی امیدوارم که اصل مطلب به دست برسه. ولی تحلیل درست رو بین علی افشاری و کسای، چون یه ده معتقدن مثل علی افشاری معتقدن که نخیر آقا، اون گروه چیان اصولگراها، تندروها، اونا دست بالا رو در قضیه دارن. ولی من اینطوری نمیبینم صحنه رو. من صحنه بازی رو اینجوری میبینم که میدانن. ببین آقای دکتر ودیعی یک سال راجب این داستان حرف میزنه که ایران نیاز به یک تحول داره. گاهن میگه در آستانه تحوله، گاهن میگه نیاز به تحول داره. آیا متحول میشود؟ هی روی تحولش حرف میزنه. پس بنابراین اون چی که مسلمه اینه که ایران نیازمند یه تحوله. با این ساختاری که داره نمیتونه کار رو پیش ببره، حتما بایستی که یه جوری متحول بشه. گره اصلی، گرهی که وجود داره از دیدگاه اهریمنان این استش که فکر میکنن که کوچکترین تغییری در این ساختار بدن همش میریزه، کلاپس میکنه، پرور مثل
حرکت دامینوز، یه دونه رو که بهش ضربه بزنی چون اینا درست پشت سر هم چیده شده باشن، اولی رو که بزنی این همینجوری الکترونوار تق 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 میزنه و تا آخر همه رو شروع میکنه تخریب کردن. تمام گرفتاری اهریمنان حاکم بر ایران همین نکته که وحشت داره از تغییر، میترسه تغییر بده، میدونه که کوچکترین منفذی باز بشه، کوچکترین فضا و روزنه ایجاد بشه، این مثل سوراخی است که در یه قایقی ایجاد بکنی، با سرعت برق و باد فشار آب باعث میشه که این سوراخه بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه و قایق و کشتی رو به زیر بکشه. میدونه اینو، یه همون داستانی بود که اون یارو شیخ هم گفت، شیخ کروبی گفت قایق رو سوراخ کردین، قایق رو میترسه از اون سوراخ کردن. و رفسنجانی به نظر من همونه که خمینی اهریمن بزرگ، شیاد بزرگ راجبش حرف زد. اهریمن بزرگ گفت بوتشون در حقیقت گفتش که این تا زنده هست این انقلاب هست، این بمیره این انقلاب هم باش مرده. بسیار آدم دقیق و سیاس و زیرک و داناییست و همه حرفا پیشبینی ها همه بر اساس این بود تا دیروز که محمود الهاشمی عراقی میاد میشه فلان رئیس خبرگان و میره اون تو و از اونجا هم میشه رهبر. من شخصا اعتقادم اینه که هنوزم هاشمی عراقیه اون یه نقش رو بازی میکنه، نقش کاتالیزور رو بازی میکنه و اگر قرار باشد که در اینجا شورای صورت بگیره، به طور قطع و یقین مشتبه خامنه‌ای، حسن خمینی و هاشمی شاهرودی عراقی، این ستا کلیدای اصلی اون شورا خواهند بود. با توجه به شرایط که هم که تو عراق الان به وجود اومده و اینا مرتب ادعا میکنن که عراق پایتخت ماست و سلیمانی هم وسط داره عربده میکشه و یه نیروی مثل نیروی سپاه پاسداران درست کرده، همون اعتراضی رو که به مرسی کردن و بهش گفتن که شما اشتباه کردی و ارتش رو نزدی و به جای سپاه درست نکردی، بسیج و میلیشیا درست نکردی که در روز فاجعه در خدمتت باشن، بنابراین ارتش رو من خورده. اینا در عراق یه همچین میلیشیای قوی 20,000 تا آدم رو الان اسیر کرده، دنبال خودش میکشه از این ور اون ور، حالا یا پول بهشون میده یا وعده بهش بهشون میده یا رگ مذهبشون رو قلقلک داده، به هر شیوهی که انجام داده الان این در حقیقت این نیرو رو اونجا داره. عیاد علاوی داد میزنه که نه آقا ما نمیذاریم و فلان، نمیذارید که عملا گذاشتید، الان عملا آمریکا این اجازه رو به اینا داده. آقای دمسی میگه که الان خیلی خوبه، آیندهشو نمیدونیم چیه. میگه الان خیلی خوب داره کار میکنه نیروهای ایرانی، ولی آینده چه اتفاقی بیفته نمیدونیم. در حالی که میدونن، صحنه روشنه، هر کسی که اسلحه دستش باشه اون بالا بنشینه اون حرف بالاتر میزنه، اسلحه دست اونه، بنابراین باید یک کاری کنی که اسلحه رو از دستش بگیری. و شرایطی هم که در ایران امروز ما باهاش روبرو هستیم، علارغم این که میگن که ما به آینده امیدواریم و آینده روشنی برای ایران میبینیم، من راستکی آینده روشنی برای ایران نمیبینم. تاریخا نشون داده که این در هر تحولی که انجام داده، درسته که از یه نقطه‌ای رها شده، ولی در دام یک داستان دیگری اسیر شده که اون رو ازش به عنوان ماشین بازتولید استبداد نام میبرن. وقتی مثلا رضا شاه اومد سر کار قرار گرفت، خب اصلاحگر بودن اینا، اینا اصلاحگران عصر مشروطن، همه کسانی که در اون دوره تلاش کردن که خاندان قاجار رو منقرض کنن و یک سیستم جدیدی رو بر ایران حاکم کنن. حالا اون سیستم میتونه سیستم جمهوری باشه یا اینکه سیستمی باشه که پادشاهی باشه، که طبیعتاً
در ایران اون سیستم دومه حاکم شد و پادشاه شد، برای اینکه این آخوندها نمیتونستن چیز دیگه رو فرض کنن و اونای دیگر رو مربوط به کفار میدونستن، مربوط به دیار کفر میدونستن، الهادی بود، اینا به درد نمیخورد. بنابراین سلطنت که موهبتی است الهی و اینا زیر اون سلطنت حکومت میکنن، سلطنت رو دوباره و رضا شاه به حق کاری که انجام داد، خب امنیت رو به کشور آورد. ولی یادت باشه به محض اینکه در اون بالا قرار گرفت و قدرت در اختیارش قرار گرفت، دیگه هرگز حاضر نشد که ماجرای آزادی رو بهش عمل بکنه. بنابراین ایرانی که امروز وجود داره، شرایط سیاه و تاریکی پیش روی ما هست و اون اینه که این ماشین باز تولید استبداد نمیشکنه، اینو باید بشکنیش. چگونه میتوانی این کار رو انجام بدی؟ اینه که یه عده آدم همدل پیدا بشن در قالب اپوزیسیون، یه عده آدم همدل، نه این پارپورهایی که وجود دارن، آدم هایی که ما داریم میبینیم، اینا این کاره نیستن، اینا نمیتوانن. میتونه بشه اپوزیسیون، میتونه بره بگیره ببنده با این و با اون ببنده و یه جریانی اتفاق بیفته و فلان اینا، این بتونه بره تو، ولی این اون نمدی نیست که ازش کلاهی حاصل ملت ایران بشه. حرف من اینه، شرایط این که فرض کنین که الان همه این بحث مال خبرگان و اینا، خب نتیجه اینو بگیرم که تحلیلایی که انجام میشه، شما میبینی که به صورت برق و باد شرایط کار دیگه میکنه، اینا مجبور میشن که تحلیلشون رو تغییر. آقای عیسای سرخیز نوشته است که رئیس ویرانساز، میگه درسته که در آستانه انتخابات رئیسه جدید مجلس خبرگان، نزدیکان و دوستداران هاشمی رفسنجانی دوچار خوشخیالی شده و ریاست وی را بر این نهاد انتخاب کننده رهبر جمهوری اسلامی و نظارت کننده بر کردار و رفتار ولی فقیه قطعی فرض میکردند، اما آنهایی که اندک آشنایی با صفحه شطرنج سیاسی ایران داشتند، این تحول را با توجه به ایفای نقش خامنه‌ای نامحتمل میدانستند. کافی بود که گوشه چشمی به نگاه این روزهای ولی فقیه به رفیق گرمابه و گلستان دیروزش انداخته می شد و اندک توجهی به فضاسازی های سیاسی و جنگ روانی جریان اقتدارگرا در خصوص آینده جریان هدایت کننده مجلس خبرگان تا روشن می گردید که تمامیت خواهان چگونه با چراغ خاموش در حال یارگیری بوده و مهرچینی تا با وجود نعل واران زدنهای خبری در خصوص ریاست هاشمی شارودی، نه تنها هاشمی رفسنجانی که حتی این روحانی میان روی آمده از عراق نیز بیش از این بر کرسی ریاست تکیه نزند و در خیالش خواب رهبری ایران را نبیند. تحولات ماهای اخیر نشان می‌داد که اوضاع سیاسی کشور و چینش مهره در مقایسه با دوره چند ماهه حیات گیاهی آیت الله مهدوی کنی و زمان فوت او تغییر اساسی کرده و همان گونه که در دنیا داعش خشنتر و بی‌پرواتر برای حفظ قدرت به هر کاری دست می‌زد، جریان همسو با آن در جمهوری اسلامی نیز دندان‌ها را برای کندن تک گوشت‌های قربانی تیز کرده و چنگال‌های تیزش را در پوست و استخوان رقبا فرو می‌کند. در این شرایط طبیعی بود که دیگر برای ریاست مجلس خبرگان نیازی به محلل سیاسی برای باطل کردن حکم سه طلاقه نباشد و طلاق خر جایی برای رجوع باقی نگذارد و روبان قدرت هر دو هاشمی را پاره کند.
اینکه برخی این سناریو را مطرح می‌سازند که اگر رفسنجانی در مقابل شاهرودی نامزد نمی‌شد و فضای مانور بیشتری برای ماندنش بر مسند کنونی فراهم می‌آورد، این شکست سنگین روی نمی‌داد و اصولاً محمد یزدی از نامزد شدن صرف نظر می‌کرد. از نگاه نویسنده پایه و بنیان غلط و غیر واقع‌گرایانه دارد. اینکه برخی این سناریو را مطرح می‌سازند که اگر رفسنجانی در مقابل شاهرودی نامزد نمی‌شد و فضای مانور بیشتری برای ماندنش بر مسند کنونی فراهم می‌آورد، این شکست سنگین روی نمی‌داد و اصولاً شیخ محمد یزدی از نامزد شدن صرف نظر می‌کرد، از نگاه نویسنده پایه و بنیان غلط و غیر واقع‌گرایانه دارد. آن زمان که تخت سفید بیمارستان بهمن تهران جایگزین صندلی سرخ مجلس خبرگان مرحوم مهدوی کنی شد و بحث جانشین احتمالی بر سر زبان ها افتاد، این تحلیل در مورد تحولات آینده این نهاد مطرح شد. طبیعی به نظر می رسید که تا شهریور ماه نزدیکترین زمان برگزاری نشست مجلس خبرگان، اقدامی اساسی برای روشن کردن اجاق انتخابات ریاست آن و بیرون فرستادن دود سفید صورت نگیرد. حتی ممکن است این امر تا اسفند ماه 93 زمان برگزاری اجلاس سالانه به درازا کشد. این داستان دود سفید رو میدونی که این مربوط است به ماجرای واتیکان. وقتی که در واتیکان پاپی انتخاب میشه، اسقفی جابجا میشه، از دودکش واتیکان دود سفید بیرون میدن. این مربوط به اون ماجراست که بهتر از من شما یقینا این داستان رو میدونید. حتی ممکن است این هم تا اسفند 93 زمان برگزاری اجلاس سالانه به درازا بکشد و نایب رئیس اول مجلس خبرگان محمود هاشمی شاهرودی کفیل ریاست شد. این اقدامی است که میتواند چندان به مزاق نایب رئیس دوم یعنی محمد یزدی رئیس تندروی اقتدارگرایان خوش نیاید. آنها خوب میدانند که هاشمی شاهرودی روابط نزدیکتر و بهتری با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دارد و هیچ گازه نشده است، چون روحانیت تمامیت ها شمشیر از رو علی مجمع روحانیون مبارز و رهبر اصلاحات سید محمد خاتمی ببندن. نکته اینجاست که نه هاشمی و نه روحانی هیچ کدام به این نکته حیاتی توجه نکردند و برنامه های محمدی یزدی را که از حمایت آقای خامنه‌ای در برابر رفسنجانی اطمینان داشت، همانند محمود احمدی‌نژاد در مقابل میرحسین موسوی نادیده انگاشتند و رقیب را دست کم گرفتند و به موازات آن لابد استفاده مکرر از صدور پنهانی حکم حکومتی یا رأی ساز را غیر محتمل. این اشتباهی بود که آنها پیش از این نیز مرتکب گردیدند و با وجود توصیه های فراوان حاضر نشدند پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 کار ریشه‌ای انجام دهند و خیز لازم را برای در دست گرفتن هدایت روحانیت کشور بردارند و جای پای خود را در جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم محکم کنند. این خطا از یک سو به ریاست موحدی کرمانی بر نهاد سیاسی روحانیت محافظه‌کار در حلقه قدرت منتهی شد، از سوی دیگر ریاست شیخ محمد بر نهاد مذهبی در پایتخت مذهبی ایران. در نتیجه در حالی که هاشمی در کنار روحانی و ناطق نوری منتقدانه اما منفعلانه آینده هدایت جامعه روحانیت مبارز را در دست سرنوشت سپرده بودند، این پیرمرد مریض و ناتوان توانست نقشه هایش را علیه رقیب دیرینه خیش که دائم او را تحقیر می‌کرد و مرتجع و غیر می‌خواند عملی کند. او پیش از فوت در 83 سالگی بالاخره به آرزوی دیرینه خود رسید و در سه‌شنبه تاریخی 19 اسفند انتقام شکست حقارت‌آمیز 51 در مقابل 26 سال 87 را با 47 در برابر
24 از میان 73 رأی مأخوذه گرفت. او نیز احتمالاً همانند پیشینیان خود از همین جایگاه زمینی به درگاه پروردگار خواهد رفت و حساب‌های کارهای کرده یا نکرده را در آسمان پس خواهد داد، البته مشروط بر اینکه عمرش کفاف دهد یا ملت ایران در انتخابات آینده باز شگفتی دیگری بیافرینند و افرادی را برگزینند که حق و حقیقت را بر پست و مقام ارجح بدن. تا حالا که این کاری کرده ملت ایران که حالا شما منتظری یه بار دیگه این کارو بکنه؟ من که همچی شاهدی ندارم، اگه شما داری به ما معرفی کن. اونیز احتمالا این شکست اگرچه برای مثلث هاشمی ناطق و روحانی سنگین بود، اما تقویت جایگاه مثلث یزدی، مسوا و جنتی میتواند این حس را داشته باشد که حساسیت انتخابات آینده مجلس خبرگان را که در یک برهه سرنوشت‌ساز برگزار می شود، یعنی احتمال تعیین رهبر جدید، اصلاحاتی چون تبدیل رهبری فردی به جمعی یا اصولاً تغییر ساختار قانون اساسی در مباحث مربوط به ولایت مطلقه فقیه را پررنگ‌تر سازد. این موارد فارغ از خطیر بودن بیماری صعب العلاج خامنه ایست یا در آستانه کنارگیری او به دلیل ناتوانی جسمی و ذهنی بر اثر کهولت سن، اکنون در شرایطی که تندروها هنوز نرسید. اکنون در شرایطی که تندروها هر روز تندخوتر می شود و قانون گریزتر، بار دیگر مهره های سرکوبگرتر خود را در نهادهای نظامی و انتظامی مستقرتر می سازند و حلقه های خشنتر و دست به سلاح خیش را هر روز بیشتر وارد کوچه و خیابان و فرودگاه و دانشگاه می کنند. درست یک سال تا زمان برگزاری دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقی مانده است. اینها انتخاباتی هستند که حتی در شرایط تشدید فشار علیه اصلاح طلبان، تحول خواهان و هواداران جنبش سبز می توانند حتی با تمام کاستی ها، نارسایی ها و ناتوانی ها به تقویت هرچه بیشتر بنیان های میان رو و قانونگرایی در کشور بیانجامد و جنبش حق طلب، مسالمت جو و صلح‌خواه ایران را در برابر طالبان شیعه و داعشیان مرتجع پیروز سازد. از یاد نبرده این که محمد یزدی وقتی همراه دار و دستش قوه قضاییه را در اختیار گرفت، چون احمدی نژاد ویرانه‌ای غیر قابل بازسازی را تحویل جانشین خود داد. با توجه به این پیشینه باید به هوش باشیم که این رئیس ویرانساز آنگاه که بیشتر سر در آستان قدرت می‌ساید، ایران را نیز ویران نکند و نسل آینده را بی خانمان. خب ایشون هم آقای فلانی، آقای عیسی سرخیز هم معتقده که در حقیقت اونا کلک زدن به این وری، یعنی گروه مصباح و فلان و اون داره دسته یه جوری کلک زدن به گروه هاشمی و تیم به قول اینا نیویورکی ها. ولی من صحنه رو بازم برزد میزونم که این گونه که این دو فقا تعریف میکنن، اصلا من صحنه رو اینجوری نمیبینم، بلکه شرایط رو همونجور که دیروزم برزد رسوندم، شرایط همانند سالهای 77 و 8 و اینا میمونه، 1977 و 78، شرایط بین الملل، موضوعاتی که وجود داره، رفت آمدها، نقشه کشی ها، دستبندی ها توی منطقه همون الگو رو به ما نشون میده.
ایران یعنی تنها موضوعی که براشون مهمه اون داستان سران نظام، این اهریمنا، تنها چیزی که رغم تفکرات این عده از دوستان خوشخیال اصلاح طلب که فکر میکنه مردم ها رو میتوانیم بیاریم یه حادثه دوباره بسازیم، اون اصلا خواستار تغییر نیست. میداند که کوچکترین دستی به این دیوار کج بزنه دیواره هوار میشه رو سر همه و خودش هم جان سالم از این داستان به در نمیاد. او بهتر از من و شما شرایط رو میبینه، برای اینکه تو متن داستانه، خودش اینو ساخته، خودش بلده چجور اینو بسازه، میدونه که کوچکترین تغییر همه رو میرنبونه، از بین میبره، نابود میکنه. ببین بارها اینو عرض کردم که اینا از تمام تجربیات تاریخ استفاده میکنن، میدانن، تحلیلگر دارن، کارشناس دارن، تاریخ‌شناس دارن، نه اون بخشی که به من و تو تحویل میده، نه نه راجب اون حرف نمیزنم، نه اون آقای فلان خسروی فلان اینا راجب اون حرف نمیزنم، نه تو قلب خودش، تو لشکر خودش آدم داره، بلده، آدمایی که تحصیل کردن در خارج کشور، کروات زدن، اتکلون زدن، اصلا با این سنخیت الان نگاه کن رفتاراشون رو نگاه کن، همینه که تیم مذاکره کننده هستن، اینا دیگه از اون ریشوهای کثیف یقه چرکی نیستن دیگه، همه کچهوارهای ارمانی و نمیدونم فلان و اینا میپوشن، درجه یک میرن تو خیابونا حرف میزنن، همه شون هم تو دانشگاه های خوب دنیا درس خوندن. اون بخش رو راجبش حرف میزنم، نه این که چه به ما تاریخ رو درست بگن، غلط بگن، چجور بگن، چجور نگن. آیپک لابی اسرائیلی میگه هفته گذشته 16,000 نفر از دوستان و طرفداران اسرائیل همکاری کردن، دست و دست هم گذاشتن که بزرگترین اجتماع طرفداران، یعنی همین آیپک طرفداران پرو اسرائیل امریکن رو توی این کنفرانس سالانه شون جمع آوری بکنن. بزرگترین 16,000 نیرو دست به دست هم دادن تا این اتفاق افتاد و 16,000 آدم اونجا جمع شدن تا به این موضوع بپردازن. و به هر حال این روزا همه اینها راجب این موضوع حرف میزنن بدون اینکه اشاره‌ای اصلا به اصل ماجرا بکنن و فراموش کردن که وظیفه‌شون چیه. من فکر میکنم وظیفه تک تک ما، من امروز این رو با آقای عرفانی هم مطرح خواهم کرد، تلاش میکنم که این موضوع رو به پیش ببریم با آقای عرفانی، که بایستی در ایران شرایط رو به سمتی ببریم که مطالبات مردم مطرح بشه، بریم به سمت درخواست مطالبات. آقا اینجا جاد خوب نیست، نمیدونم رای مرسه دوره، پول برقمون زیاده، از این حرفا، از این حرفای معمولی که همه دارن میزنن، اینو بیارن تو کوچه بازار. بر رو این کار کنی، وگرنه اینا مزخرفه، نه تو اون تو هستی، نه اون تو میدونی، نمیدونی که اون چیکار که خیالاته، این زد اونو برد، اون اومد این کار کرد. به نظر من هیچ کدوم اینا نیست. به نظر من اون تحلیل دکتر نوریزاده تحلیل نزدیکتر به واقعیته و خوشم بیان میکنه. اون دقیقه 21 و 2 و 3 و 4 رو نگاه کن، متوجه میشی که من چه میگویم. اون رو خوب دیده و درست نگاهش میکنه. گفتم این تمام رفتار این نظام حاکم
بر این اصل استوار بوده که سعی کنه که اشتباهاتی رو که باعث سقوط حکومت محمد رضا شد این انجام نده. به همین دلیل تاریخ‌دوناشون، آدماشون، اینا اون تو تحلیلای درست و درمون رو بین خودشون دارن. از جمله آدمای کیشکی ابراهیمی یزدی میگوید که نقش شاه در انقلاب ایران چه بود. این پرسش واجد اهمیت بسیار زیادی است. در جامعه توسعه نیافته حافظه تاریخی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف و کمرنگ است. کاملا درست میگه، اصلا مولا درزش نمیره. در جوامع توسعه نیافته حافظه تاریخی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف و کمرنگ است. پس از این که فهمید از این استفاده کن. این که یادش نیست چی بوده که تو میتونی هر چیز رو بهش بفروشی، یادش میره که چرا انقلاب کرده اصلا. بنابراین مردم بعضا فراموش میکنن چرا انقلاب کردن و نظام استبداد سلطنتی سرنگون شد، یادش رفته. به همین دلیل آقای کیاک و کیاک و کیاک تو برنامه های تلویزیونیشون میشه میگه شاه خیلی خوب بودا. همون فریزه است که اول انقلاب تا میره تو باش حرف بزنی میگفت و شاه خوب بوده، میگفت آقا این بده، میگفت و شاه خوب بوده، میگفت آقا ما راجب شاه حرف نمیزنیم که. حالا چون حافظه تاریخی نداره و توسعه نیافتم هست علارغم این که در خارج کشور زندگی کرده، شاه دوست به من همیشه این تیکه رو برای من تکرار میکنه، میگه شاه سرش عقب بیرون میاره و میگه همه اینایی که شما میگی در مورد من درست، شما چی کردید؟ شما ظرف این 36 سال چه کردید؟ همه اینایی که میگی من 37 سال تو اون مملکت کردم، هر چی تو میگی درست، شما چه کردی؟ کارنامه‌تو بیار ببینیم چی کردی. وقتی جوابش میدی حداقل اون میتونه بگه آقا من توسعه دادم، حداقل میتونه بگه من رو زیر ساختا کار کردم، حداقل میتونه بگه اون چیزی که امروز اینا ازش استفاده کردن چیزایی بود که من ساخته بودم، حداقل میتونه بگه اگه در جنگ عراق ارتش ایران، نه سپاه پاسداران که این دروغی میگه، ارتش ایران جلوی عراق ایستاد و نذاش عراق بیاد و اینا تونستن اون پشت نیرو بسیج کنن، این حاصل کار من بوده، شما چی کردی؟ از هر کدوم از ما بپرسه چه پاسخی بهش میدی؟ سی و شیش سال، سی و هفت سال برابری میکنه. من 37 سال، هر چی تو میگی درسته، تو چی کردی؟ چی بهش میگی؟ چه پاسخی داری بهش بدی؟ امیدوارم حرفمو عوضی بر نده. پس از پیروزی انقلاب، اینا رو ابراهیمی یزدی داریم، شادروان مهندس بازرگان در یکی از سخنرانی های خود در چمن دانشگاه تهران گفت شاه رهبر واقعی انقلاب به جهت منفی بوده است. عمل کرد و نشانه های این رهبری منفی را در کجا باید دید و شناخت؟ یافتن این پاسخ و شناخت عوامل سقوط شاه و نظام پادشاهی از آن جهت اهمیت دارد که مایه عبرتی باشد برای رهبران کنونی ایران که اشتباهات شاه را تکرار نکنند و به احکام تاریخ قدرتمندی های ناظر و تحولات اجتماعی گردن ننهند. انقلاب ایران علیه ادامه استبداد سلطنتی تنها مربوط به نحوه مملکت داریو در سالهای پایانی سلطنتش نبود، بلکه
نتیجه تراکم یا تجمیع رفتارهای خلاف و اشتباهات شاه در مراحل مختلف دوران سلطنتش بود. امروز این یارو تلقین خون سرقبراغا که میره رو سر مرده و میسته میگه افهم افهم عبدالله اشهد ان محمدن رسول الله و تو بهش پول میدی که بره اینو سر قبر بابات بخونه، میره مرده رو تکون میده، تلقین خونه دیگه، بهش میگه تلقین خونه سر قبر آقا مرده، بهش میگه افهم افهم عبدالله بفهم بفهم بنده خدا، مرده زنده بود نفهمید. این حماقت تا به کجاست؟ این روزخونه علی خامنه‌ای تلقین خون سرقبراغا، امروز که این اوباشو دور خودش جمع کرده، بقیه مردخورا و کفتارای سرقبر رو جمع کرده دور خودش دم قبرسون، اعتراف میکنه که ما اشتباه کردیم و روی نفت وایسادیم، اگه اقتصاد رو آزاد میکردیم. ببین همون حرفای رفسنجانی، همون حرفایی که این یکی میزنه، شیخ حسن، همین یکی دقه دروغگوی دیگه، نمیتونست تحریما اینجور با ما رفتار بکنه. آدمی که تا 3 ماه پیش میگفت به تحریم تحریم ما خیلی پیشرفت کردیم، بازم تحریم کنن ما پیشرفت میکنیم، اصلا باعث پیشرفت ما تحریما بوده. ملت که حافظه تاریخی نداره. چرا؟ چون توسعه نیافته است. تو خارج کشوره، اینجا زندگی کرده 35 سال، 36 سال، 37 سال اینجاست، 40 سال اینجاست، هیچ خبری توش نیست، توسعه نیافته است. میگه اقتصاد آزاد، اما اقتصاد آزادی رو که حتی رفسنجانی بیان کرد، اقتصاد آزادی که عرف جهان است که نبود، که همون کاری نمی کنه که احمدی نژاد هم اتفاقا طرفدار اقتصاد آزاد بود، متعاون به شیوه خرکیش. این شرکت خوب کار میکنه، خوبه، مالکیه، آقا به شکوه بید پایین یارو، این پسر توی آج محمد اینجا شهید، بابا باباش بابا جبه میدونم شهید شده باباش، آقا بذار این بره اون بالا. هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم، در یه میز کتابی در اون سالهایی که میز کتاب ها خیلی رایج و داغ بودن، ابتدای دهه 81 و 82 بود، در شهر کوپنهاگ شاهد این صحنه بودن که سر میز کتاب پسر رفت اون بالا، شروع کرد سخنرانی کردن و زنده باد طبقه کارگر و زنده باد سوسیالیسم جهانی و از این حرفا، بعد گفت امروز جهان تغییر کرده. خب چطور شده تغییر کرده؟ امروز دیگه اون جهان دیروز نیست، امروز باید کارگر از توی معدن بیرون بیاد و مهندسه بره توی کارگاه کار کنه و کارگر باید اون بالا نظارت کنه برای داستان. گفتم یا ابوالفضل، خب مهندس که نمیتونه بیل بزنه، که مهندس که نمیتونه کلنگ بزنه تو معدن، که برای این کار تعلیم نیده، کارگرم که نمیتونه مهندس باشه، نمیتونه هندسه بلد باشه، اون هندسه بلد نیست، اون یکی هم کلنگ زدن بلد نیست. چه بعد در اصل ماجرا چه تغییری ایجاد دادی تو؟
هیچ، یکی تو معدنه یکی بیرون معدنه، این اصل ماجرا. تو فقط برداشتی متخصص رو جاشو تغییر دادی، فاجعه آفریدی. خب هم کاری که احمدی نژاد کرد، فکر کنم احمدی نژاد تو میز کتاب سال 82 در کوپنهاگ اونجا بوده اصلا، این اون تز زنده باد طبقه کارگر رو اونجا شنیده. صحبت میکردم با آقای رئیسی، آقا نقد از خوده، باید نقد کنیم خودمون. گفت من چپم، ولی دیگه نه چپم اونجوری که اون روز بودم. که نه اون آدم دوگمه عوضی که جانم رو بر سر این راه گذاشته بودم، امروز جانم رو میذارم اما نه به اون حماقت. میگه چی؟ خامنه‌ای میگه بستی که ما اشتباه کردیم. خب معلومه که اشتباه کردی. شما فرض کنی اصلا یه بقالی داری، مردم محل تصمیم میگیرن شما نخرن، چه اتفاقی برای شما میفته؟ وشگس میشی، میری به کارش. میگه ما اشتباه کردیم، نمیدونم اون تقصیر ما بود، ما رفتیم به دنبال اقتصاد دولتی باید بدیم به مردم. مردمی در کار نیستن که، مردم در تعریف اون که من و تو نیستیم که. شاپور بختیار جمله قشنگی داره، میگه آمیزمن باقر و آمیزمن جعفر، فرقی نمیکنه که چه آمیزمن باقر باشه چه آمیزمن جعفر، چه تفاوتی میکنه. به هر حال آقای ابراهیم یزدی معتقده که انقلاب ایران علیه ادامه استبداد سلطنتی تنها مربوط به نحوه مملکت داری و در سالهای پایانی سلطنتش نبود، بلکه نتیجه تراکم یا تجمیع رفتارهای خلاف و اشتباهات شاه در مراحل مختلف دوران سلطنتش. محمد رضا شاه در دوران سلطنت خود در چندین نوبت از توجه به درس‌های تاریخ غفلت کرد. پس آقای خامنه‌ای نظام فاسد از درس تاریخ غفلت نکن و نکرده تا حالا. غفلت اول از دست دادن فرصت در دوران جنبش ملی شدن نه و حمایت از دولت ملی دکتر مصدق. اگر شاه ایران نظیر سلطان محمد پنجم پادشاه مراکش که در مبارزه علیه استعمار فرانسه جانب ملتش را گره با ملت و دولت ملی همراهی میکرد، قطعا به یک شخصیت ملی و مورد علاقه مردم تبدیل میشد و به جای فرار از کشور در 25 مرداد 32 سلطنت را برای خود و خانوادهش تضمین میکرد. این تیکه رو نصفشو برات میگه، تو خودشون که حرف میزنه اینجا حرف نمیزنه، به طور قطع و یقین اینجا حرف نمیزنه. شاه در ابتدای بازی این ور وایساده بود، در ابتدای حرکت ملی شدن صنعت نفت شاه این ور صحنه ایستاده بود، کنار مصدق ایستاده بود، میخواست که چنین اتفاقی بیفته. شما باید جواب بدی که چرا دکتر مصدق که 25 مرداد رو دید و ماجرا رو دید و اونو دید و اونو دید، سی تیر رو تماشا کرده بود، چطور شد دست به هیچ اقدامی نزد؟ هیچ برنامه نداشت، تمام بود، تصمیم گرفت به عنوان یک قهرمان از صحنه بیرون بره، رفت در احمدآباد قهرمان مرد. اگر میمان هیچ کاری از دستش بر نمیاد، کاری نداره، طرحی نداره، امضا که نمیکرد، هیچ کاری نمیکرد، امضا نکرد، هیچی امضا نکرد، قهرمان، تصمیم گرفت قهرمان بمیره و قهرمان مرد.
در تلاطم و تحولات کشورهای عربی معروف به بهار عرب، در حالی که شورش و آشوب اکثر کشورهای عربی را در کام خود گرفته بود و حوادث کیان این کشورها را در مخاطره انداخته است و هنوز هم ادامه دارد، رفتار زمامداران دو کشور عربی مراکش و اردن بسیار آموزنده است. در این دو کشور پادشاهی به جای مقابله با خواستهای مردم، پادشاه رهبران مخالف را به گفتگو دعوت کرد و بر سر اصلاحات سیاسی با هم توافق کرد. هم سلطنت خود را و هم کشورشان را از آشوب و درهم ریختگی نجات داد. چنین چیزی در دستگاه نظام جمهوری اسلامی امکان عقلی عملی ندارد. کوچکترین تغییر در ساختار، کوچکترین عقب نشینی باعث سقوط می شود. اینا را آقای رفسنجانی بلده، تحلیل های آبکی می دید. نمی خواد، می گه آقا اعتراض می کنم، دعوا ندارم که، و اگه پسرت گفت من اعتراض میکنم، دعوا نمیکنم با کسی. میدانه که دعوا کنه میریزه رو سرش، خراب میشه، همه چی از بین میره، کنفه یکون میشه. نمیخواد که کنفه یکون کنه. که تو 88 هم همین اتفاق افتاد، داشت میرفت که کنفه یکون کنه، گفت آقا من نمیخوام کنفه یکون کنم. تا اونجا باش کاری نداشتن با موسوی و کروبی، تا اونجا هیچ کس باشون کاری نداشت. اونجایی که خلاف مساله، یعنی که خواست تغییر بده، اونجا کردش تو هست. 25 به همه گفت بیاین تو خیابون، بیاین تو خیابون که نمیشه جلوشو بگیری، بعدا سر رافتار که نمیشه من جلوشو بگیرم، با پیل، گفت با بیل میشه گرفت، با پیل هم بعدا نمیشه گرفت. و این در این کردش زندان، نه به خاطر 88، نه به خاطر سبز، نه کاری نداشت باش، ببگو هشتیدن میخواد. اونجایی که به سمت تغییر حرکت کرد، این نمیتونه تغییر رو تحمل نمیکنه، نمیتونه تغییر کنه، تغییر کنه میشکنه میمیره، نمیخواد بمیره که. اما محمد رضا شاه در برابر ملت ایستاد و مجبور به فرار از کشور شد. بعد از کودتای 28 مرداد 32 که طرح مهندسی و مشترکاً با کشورهای انگلیس و آمریکا بود، به تخت سلطنت بازگشت. در آیین پادشاهی هرگاه پادشاه به علت مخالفت مردم با سلطنتش از کشور فرار کند، سپس با کمک نیروهای خارجی تاج و تختش را باز پس بگیرند، مشروعیت خود را از دست داده است. سلطنت محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد فاقد مشروعیت. بدونی که این مشروعیت، دعوت میکنم این جمعه گردی این هفته دوت اسماعیل نوری علا رو که وقتی دیگر برات میخوانم گوش بده، و اگر میخوای که دقت بیشتری توش بکنی حتما این جمعه گردی رو بخوانی. به نظر من توضیح خوبی میده، خیلی. گفتم که به آقای نوریالا گفتم اینو خیلی تونتونده، خیلی تونتون گفتی شده. گفت که نمیتونم یک کتاب بنویسم که. گفتم آقا اینا به صورت یه فیشه، مثل این که یه فیش نوشتی و آدم میخوای راجبش کتاب بنویسی، مثل فیش کتاب میمونه. خندی گوه آره جمعه گردی که نمیشه کتاب نمیشه. مشروعیت یعنی از شهر. اما غفلت دوم شاه در اوائل دهه 40 بود. دو کشور قدرتمند صاحب نفوذ در ایران به شاه پیشنهاد کردند با باز کردن دریچه های اطمینان از طریق باز کردن فضای سیاسی از انفجارهای قابل پیشبینی جلوگیری کنند. اما شاه دو قدم به جلو آمد، سپس سه قدم به عقب برگشت، دوباره معادله را به نقطه غیر قابل ترمیم رساند.
قفلت سوم واکنش به تحولات سال 55 بود. در شهریور سال 55 مرکزیت سازمان مجاهدین خلق طی بیانیه‌ای تغییر ایدئولوژیک سازمان را از اسلام به مارکسیسم اعلام کرد. این بیانیه تیر خلاصی بود بر پیکر جنبش مسلحانه و وحدت همه نیروهای ضد استبداد و ضد استیلای خارجی در ایران. از اوائل سال 1349-50 که فعالیت‌های سازمان‌های سیاسی نظامی هم از اسلامی یا مارکسیستی برملا شد، فضای سیاسی مناسبی برای همکاری و همراهی مبارزان اسلامی و مارکسیستی به وجود آمد. به خاطر دارم هنگامی که آقای محمد تقی داوود بانکی برای ادامه تحصیل به آمریکا آمدن، از مرحوم آیت الله طالاقانی پیغامی آوردند که شما از مبارزات کمونیستا هم علیه شاه حمایت کنید. متن این پیام در یکی از نامه‌های آقای دکتر بانکی آمده است. رجوع کنید به 60 سال صبوری و شکوری، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی جلد دوم، 18 سال در قربت، 1339-1357. دفتر دوم نامه ها، در این دفتر بیش از 3000 نامه از بیش از 300 نفر از رهبران و فعالان در طی آن سالها آورده شدند. تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق و رویدادهای درون آن سازمان آنچنان اختلافی هم بین مبارزان مسلمان و کمونیست و هم بین مسلمانان ایجاد کرد که نه فقط مبارزات مسلحانه بلکه کل جنبش را دچار تلاطم و رکود کرد. اگرچه مبارزه علیه سلطنت استبدادی و بحران فراگیر علیه شاه را منتفی نکرد. اینجا دقت بکنید به اون فراز قبلی که گفت آقای طالاقانی از طریق محمود بانکی که رئیس سازمان برنامه بانک و حرفای اهریمنا بود، گفت به ما گفت آقا بیه، ولی اینا نمی‌کردن که، اینا قرآن می‌خوندن، اینا اصلا تو این باغا نبودن که، اینا تلقین خونای سر قبرقان، اینا به مرده میرن رو سر مرده، به مرده میگه افهم افهم عبدالله بفهم، یا آقا مرده زنده بود نفهمید، به مردهش میگه بفهم. اصلا تو این باغا نبودن که، قرارمون این نبود اصلا. بازم راستشو به من و تو نمیگه، ولی خودش بلده، خودش میدونه، درگوشی به هم میگه، به من و تو نمیگه، مزعبلشو برای من و تو میگه، لب و لبابشو میبره برای خودش، پوست و توفالشو میده به ما. این تلاطم و رکود فرصتی بود برای اصلاح نظام از درون و پشت سر گذاشتن بحران. در چنین فضایی در اواخر سال 55 دولت‌های انگلیس و اسرائیل به شاه پیشنهاد کردند که برای عبور از بحران به نفع پسرش از سلطنت کنارگیری کند و شورای نیابت سلطنت تا رسیدن ولیعت به سن قانونی کشور را اداره نماید، با اصلاحات سیاسی دریچه‌های اطمینان باز شود، زندانیان سیاسی آزاد و انتخابات برگزار شود تا بحران فروکش کند. اما دولت آمریکا و تبع آنها شاه این راه حل را نپذیرد. از اوائل دهه 70 قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت بالا رفت. اینکه چرا قیمت نفت بالا رفت نیاز به بحثی جداگانه دارد. الان قیمت نفت اومده پایین. چرا قیمت نفت اومده پایین؟ اینقدر نفت تولید کردن که این مخازن اینا تو آمریکا و اروپا اینا جا ندارن. کشتی‌ها پر نفتن، تانکرها پر نفتن، رو آب وایسادن میچرخن. جا نیست برای تولید بیشتر. اون به اون میگه بیار پایین، تولید رو بیار پایین که قیمت بره بالا، ولی اینقدر تولید بالاست که نمیشه مصرف کنی، تانکرها و ذخایره همه پرن، کجا نگه دارم نفت؟ قیمت نفت دوباره سقوط کرد، 47 دلار 48 دلار چنده امروز نمیدونم چند،
ببینیم امروز چند بود. چهل هفت دلار. بفهم. احوال آقا زهبانی احمد هستم. احمد جان خوبی شما؟ برنامه لایوه؟ بله بله در خدمت شما هستیم. بفهمی؟ رو خطم من؟ بله 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 بفهمی. من زنگ زدم میگم این وبسایتی که عوض کردی تصدیق نداره تلویزیون، نمیدونم برای من نمیگیره چجوری این سوه رادیو بقید باید گوش دار یا اینکه نه برای توضیح میدم آقا جان. خیلی ازت ممنونم. مرسی. میدونم ما یه ذره بایستی که خودمون رو کامپیوترایز کنیم. یه ذره یکی دو تا از دوستان هایی به من گفتن و بعدم از دست من اسامی شما میدونم احمد از دست من اسامی نشه. میدونم نمیشه، ولی یکی دو تا از دوستان نزدیک ما از دست من اسامی شدن. اونجایی که گفتم که آقا دیگه دنیا از قطار گازوئیلی و نمیدونم اینا رد شده دیگه، زغال سنگی رد شده، الان دیگه قطارها برقی هن، شما همچنان میخوای توی عصر زغال سنگ ما رو نگه ده. یه پلاگین لازم داره اون بغل اون بالا اون گوشه، بذار اینجا رو این صفحه بهت نشون بدم، این بالا تو این گوشه آدرس بارتون، این بالا این گوشه، اینجا شما رو صفحه نمیبینی، این گوشه گوشه این سمت که این علامت رو نشون میدم سمت راست صفحه، این گوشه یه دونه علامته، رو علامت کلیک بکنید و بهش میپرسه از شما که اینو میخوای همیشه باز نگه دارم یا یه دفعه، بهش رو همیشه بازش نگه دارم. یه پلاگینه برای سیلور لایت. کسانی که در حقیقت جیل ویز رو روی کامپیوترشون میگرفتن اونا اون پلاگین رو قبلا یه بار نصب کردن، اسمش از سیلور لایت پلاگین، بعد اون پلاگین سیلور لایت رو نصب کنید و مطمئنم که اون گوشه صفحه سمت راستتون یه علامت قفله، اون قفله بزنید باز میشه، بعد میپرسه که یه دفعه یا برای همیشه، بگو برای همیشه. امیدوارم مشکل حل بشه، ولی اگر حل نشد تماس بگیرید، من بازم کمک میکنم، توضیح میدم بنزه دانشم و امیدوارم مشکل رو حل بکنید، ولی چاره ای نیست. بعد میگه از اوایل دهه 70 قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت بالا رفت، اینکه چرا قیمت نفت بالا رفت نیاز به بحث جداگانه داره. در واکنش به بالا رفتن قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفت، شاه دو برنامه را به اجرا گذاشت. اول جهش بی سابقه در سفارش و خرید تجهیزات نظامی هم از آمریکا و اروپا. هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران به بزرگترین هیئت نظامی آمریکا در خارج از قاره تبدیل شد. مسئولیت قضایی برای نظامیان آمریکا تصدیق شد. هیئت هر آنچه را که می‌خواستند برای ارتش ایران سفارش می‌دادند. به تدریج بر حضور نظامیان آمریکا در ایران به طور چشمگیری افزوده شد، به طوری که در آستانه انقلاب نزدیک به 50,000 آمریکایی در ایران مشغول به کار بودند. آمریکایی‌ها برنامه‌های رادیویی ویژه خود را داشتند. این حضور و دخالت هم در اون ارتش هم در جامعه موجب واکنش منفی شد. باید توجه داشت که عنصر ضد استیلای بیگانه در فرهنگ ما ایرانی ها بسیار عمیق و ریشه دار است. من اینو نمیبینم، اینا هی تکرارش میکنی، ولی من همیشه اون صحنه برام میاد که سردار مغول داشت میورد سرشونو ببره، وسط راه یادش افتاد که خنجرش نیاورده، یه کاری براش هست، اینا رو تو بیابونی نگه داشت، یه خیت دورشون کشید، بهشون گفت پاتون از این خیت بیرون نذارید تا من برم برگردم. رفت سردار مغول فراموش کرد، یک وقت یادش افتاد که ای دل قافه اونا رو گوشم تو بیابون، اومدم بره ببینم اینا کجا در رفتن، برگشتید اینا همون سر جاشون وایستدن. قبار اسب خان مغول که پیدا شد، افسر مغولی که پیدا شد، از دور داد زد
های سردار، ای خاقان خاقان، خاقان مغول، این سعید بهبهانی پاشو از خیت بیرون گذاشت، هیچ نرفتن. کجا این ملت اونو داره؟ از کجاتون در میارین اینو به ما میخوایم حق نکنی به ما؟ تاریخ عکس اینو به ما میگه. عربا حمله کردن، سکوت کردی. ترکا حمله کردن، رضایت دادی. مغلا حمله کردن، همکاری کردی. افغان حمله کرد، همدلی کردی. چرا انقدر که این دستگاه حاکم ابلهانه رفتار کرده که همه حاضر شدن آقا صدر احمد به کفندوز اول آقا بذار اون بیا دیگه مرده رو بهش تجاوز نمی کرد کفنشو می دوزید می رفت بذار بدوزه این هم کفنو می دوزه هم به مردمون تجاوز می کنه با رفتن قیمت نفت طرح‌های کلان صنعتی و اقتصادی فراوانی به اجرا گذاشت اما برنامه اقتصادی صنعتی شاه توجیه منطقی نداشت در اوایل سال 76 رئیس دفتر مجله معروف فوربس به ایران عربستان سفر کرد و در فوریه همان سال در مقاله با عنوان رویای پریشان شده علاءالدین بی ثمر بودن و غیر منطقی بودن تغییرات اقتصادی ایران و عربستان را شرح داد درست حدود یک سال پیش کشورهای نفتخیز خاورمیانه که با پول ربریز شده بودند رویای رسیدن به صنایع مدرنی را که برای قرن‌ها طول کشیده بود در سر می‌پروراندند آن هم در ظرف چند سال دیگر چندان ساده به نظر نمی‌رسید درست است که پول قادر است چیزهای زیادی را بخرد اما نه وقت را در فرازی از مقاله خود می‌نویسد هر جا که رفته است با این واقع بینی از طرف سرمایه‌داران و طراحان محلی روبرو شده است که وجود استفاده از پول و رموز تکنولوژی برای صنعتی شدن کافی نیست اما سرازی شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور موجب بالا رفتن درصد طبقه متوسط ایران شد بر تعداد دانشگاه و دانشجویان افزوده شد در سال 1339 که به آمریکا رفتم تعداد دانشجویان ایران در آمریکا بوده 7000 نفر بود. در سال 57 در آستانه انقلاب این تعداد به حدود 100000 نفر رسید. طبقه متوسط به معنای فقط اقتصادی بلکه به معنای عام‌تر آن ویژگی‌هایی دارد. از جمله خواستار آزادی‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی. شاه آزادی‌های اجتماعی را نه فقط محدود نکرده بود که همه انواع آن را با تأسیس خانه‌های جوانان تشویق هم می‌کرد. اما از آزادی‌های سیاسی فرهنگی خبری نبود. شاه هیچ گونه انتقاد و ایراد از خود حتی از نزدیکانش را بر نمی‌تابد. یک مثال عامیانه می‌گوید عقل دیکتاتورها به چشمشان است و چشم جان هم از نوک بینیشان را جلوتر نمی‌بیند. تا قبل از کودتای 28 مرداد 32 دانشگاه تهران استقلال کامل داشت. استادان هر دانشکده رئیس دانشکده را انتخاب میکردن رؤسای دانشکده ها رئیس دانشگاه را انتخاب میکردن زمانی سازمان دانشجویان دانشگاه مستقل و در اول هر سال تحصیلی انتخابات نمایندگان دانشجویان در هر کلاسی برگزار میشد اما پس از کودتای 28 مرداد این استقلال به کلی از بین برده شد هنگامی درآمد نفت بالا رفت و تعداد دانشگاه و دانشجویان هم زیاد شدن. شاه حاضر نشد به تناسب رشد و توسعه دانشگاه حق تعیین سرنوشت دانشگاه توسط دانشگاهیان را بپذیرد. به عبارت دیگر شاه با یک پارادوکس روبرو شد. از یک طرف رشد جمعیت طبقه متوسط، از طرف دیگر نیازها و مطالبات سیاسی فرهنگی این طبقه. استبداد، قدرت مطلق و ثروت بی حد و حساب همراه با فساد گسترده اخلاقی سیاسی اقتصادی شاه و خانواده و همراهانش زمینه‌های سقوط نهایی او و سلطنتش را فراهم کردند. راجی آخرین سفیر شاه در انگلستان در خاطرات خود از هویدان نقل می‌کند که به او گفته است از فساد فراگیر شاه اطرافیانش و درباریان به شدت ناراحت است و از بودنش در این مجموعه احساس خفت می‌کند. از پیامبر
نقش شده است که فرمود الملکو یبقا مرکو ولا یبقا مزو، کفر انسان ناشی از اراده آزادی است که به انسان داده شده است، اما ظلم در برابر عدل خارج ساختن و قرار دادن هر چیز در جای غیر طبیعی آن است. به هر حال اینم حرف آخر رو نمیزنه و سؤال اصلی رو هم این آدم هم برای ما تعریف نمی کنه. بله، بسیار ضیافت با شکوهی خانم اوباما دیروز در کاخ سفید برگزار کرده بود. بچه ایرانی هایی که تو کاخ سفید کار میکنن، تو دستگاه ادمینستریشن آمریکا هستن، یه سبز پول ماهی خانوادهشون درست کرده بودن، یه آشپز ایرانی هم که توی اونجا هست، او هم آقای فریور براشون یه سبز پول ماهی خوبی درست کرده بود و رفتن اونجا و دیروز سبز پول ماهی رو میل کردن و خانم اوباما هم خیلی همت کرد و یه مراسم باشکوهی براشون برگزار کرد. بازم از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم که این در حقیقت مطالب به علت عدم مشارکت شما کمکی بکنه و ازت ممنون و متشکرم. اگر این مطالب برات جالب توجه هست، اصالت کن که لینک برنامه رو از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستی. و از کاوه نازنین هم تشکر میکنم که بعضا لینک های برنامه رو تو سایت پر مخاطبش قرار میده. از شما هم دعوت میکنم که به فیسبوک ما بیای، کلیه مطالبی که توی برنامه گفته میشود در لینکش در فیسبوک برنامه هم قرار میگیرد. بازم از شما ممنون و متشکرم. تا فرصت دیگه، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1. متشکرم.